مقامات حکومت افغانستان کنفرانسی را در شهر دبی امارات متحده عرب براه انداختند تا توجه سرمایه گذاران خارجی مخصوصا سرمایه گذاران ممالک عرب را به افغانستان جلب نمایند. در رابطه با جزئیات بیشتر این کنفرانس خواستیم صحبتی داشته باشیم با محترم عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، که از شهر دبی با ما در ارتباط مستقیم تلفنی قرار دارند. آقای زاخیلوال، سلام بر شما و تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. و علیکم السلام، تشکر شما دعوت شما. زنده باشین. خب در نخست اگر پیرامون جزئیات نشست کمی معلومات ارائه بکنین، کنفرانس تا چه وقت ادامه خواهد داشت و کیها در این شرکت کرده؟ خب این کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری، طوری که شما قبلا گفتین، حکومت امارات و حکومت افغانستان مشترکاً ترتیب داد که در حدود 700 سرمایه گذار که یک تعداد بزرگ سرمایه گذارای عربی از کشورهای مختلف عربستان بودن و سرمایه گذارای افغانی و همچنان سرمایه گذارای از کشورهای دیگی بودن، وزرای خارجه استرالیا و همچنان ایتالیا و هندوستان، اینا شرکت ورزیده بودن، ارگانهای معتبر بین‌المللی و بانکهای معتبر بین‌المللی اینا اشتراک کرده بودن. طوری که بازم شما گفتن هدفی جذب سرمایه گذاری به افغانستان است و خصوصا تصویری که سرمایه گذاری بین‌المللی از افغانستان دارن، تصویری هست که از مطبوعات خیلی منفی بین‌المللی اینا در ذهن خود دارن و هدف عمده ما این است که چطور ما بتانیم که همون تصویر حقیقی و واقعیت های حقیقی در داخل افغانستان دارن که خب به مراتب مزبطتر از چیزی هست. ببخشین آقای زاخیلوال، بله بسیار ببخشین، چی فکر میکنین که آیا حکومت افغانستان قادر خواست شد تا سرمایه گذاران خارجی را در مورد فعالیتشان در افغانستان اطمینان ببخشه و با آنها سهولت هایی را هم فراهم بیاره؟ اگر شما بگذارین که ما مکمل کنم حرفای خود، ایست که در قدم اول چیزی که ما در افغانستان داریم تصویری هست، تصویری که به مراتب مثبت‌تری هست از چیزی که مطبوعات جهانی انعکاس میده و طبعا اقدامات بعدی ما هست، خصوصا که به سلسله اقدامات ما که از کنفرانس کابل آغاز شده که ارتباط میگیره به اصلاحاتی که مستقیما تاثیرگذار است بالای خود سرمایه گذاری ها در افغانستان، فعالیت های خیلی زیاد صورت گرفته و همچنان فعالیت های خیلی زیاد دیگه را روی دست ما داریم که از اون معلومات بدیم. طبعا عکس العمل سرمایه گذارا خصوصا کسایی که تابال به افغانستان نرفتن نهایت مثبت بود و متأکد هستیم که تاثیر گذار خواهد بود برای جذب سرمایه گذار به افغانستان. بله، تشکر از شما آقای عمر زاخیلوال، وزیر مالی افغانستان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقت گرانبهای خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. یک جهان سپاس از شما. موفق باشین. Okay.